چرا افسانه آمریکایی به تاریخ پیوست و دیگر شاهد پروازش در نیروی هوایی ایالات متحده نبودیم؟ در دهه 60 میلادی پروژه‌ای برای برتری هوایی در آمریکا که خود پروژه‌ای در جهت برتری هوایی ایالات متحده به نسبت شوروی بود تا بتواند از طریق جنگنده جدید نسل چهارم خود را به قدرت برتر در مقابل شوروی تبدیل کند. اما چرا همکنون با آنکه همه اذعان به برتری کنونی این جنگنده دارند باز هم F-14 تامکت در نیروی هوایی ایالات متحده نیست؟ این جنگنده در سال 2006 بازنشست شد و دیگر در خدمت نبود، اما با این حال باز هم در خدمت نیروی هوایی ایران قرار دارد. نکته جالب پیرامون جنگنده F-14 تامکت آن است که یکی از مورخان نظامی آمریکایی در گفتگوی با خبرگزاری CNN ایالات متحده بیان کرد که تا مادامی که F-14 های آمریکایی در نیروی هوایی ایالات متحده فعالیت داشتند، F-14 های ایرانی هم بی دغدغه به پرواز در می آمدند. چرا که آمریکا کشور یانکی‌های تجارت اسلحه است، پس ایران ولو با هزینه‌های گزاف نظامی باز هم برای برتری هوایی قطعات تعمیری F-14 تامکت را از طریق برخی از کانال‌های نظامی و خریدهای واسطه‌ای از ایالات متحده می‌خرد تا بتواند همچنان جنگنده‌های F-14 خود را در خدمت نگه دارد. اما بر باور عموم آنکه ایالات متحده همه تامکت‌های خود را از بین برد تا به ایران قطعه ارسال نشود، دروغی رسانه‌ای است. بمب افکن F-117 که یک بمب افکن با توان دهلیز بمبی است، سال‌ها بود بازنشست شده بود، اما در طی 3 سال اخیر باز به خدمت برگشته و جایگاه شبح خود را باز پس گرفته. ولی تامکت ها که حدود 340 فروند برای ایالات متحده بودند، طی برخی گزارشات اکنون 290 فروند آنها در حالت استندبای قرار گرفتند، چرا که از طیف F-18، F-16 و F-15 هم قوی تر هستند و می توانند برابری با طیف گسترده جنگ افزارهای هوایی را داشته باشند. افسانه‌ای که همه دنیا روزگاری به دنبال خریدش بودند، با انقلاب ایران تبدیل به یکی از دیگر دستاوردهای در اختیار عموم آمریکا برای دیگر کشورها شد. اما سوال اصلی و چرایی بازنشست شدن تامکت‌ها و وضعیت تامکت‌های ایرانی در چه حدودی است؟ برای آمریکا و دولت سرمایه‌داران آمریکایی هزینه حرف اول را می‌زند. یعنی حتی اگر نیاز هم شود حاضرن با ایران دست دوستی بدهند و اگر سود مالی داشته باشند حتی حاضرن به ایران F-22 رابتور هم بفروشند. اما چرا تامکت ها دیگر در خدمت نیستند؟ هزینه های بالای تعمیر و نگهداری و آموزش و اوورهال سیستم ها و دیگر موارد این جنگنده پرهزینه موجب آن شد که به فکر ساخت جنگنده بر پایه اصلی F-14 تامکت بر اساس توسعه غربی باشد که همه شما با آن افسانه جدید آشنا هستید. F-22 رابتور که اکنون به عنوان افسانه قرن جدید هم شناخته می شود. تطابق پذیری بالا و سیستم هوش مصنوعی عالی از جمله توانایی های بالقوه این افسانه جدید است. تا قبل از تامکت تمام حوزه هوایی غرب و شرق در حیطه نسل سوم ها مانند F-4 و F-5 و میگ-25 و جنگنده های نسل قدیمی مانند میگ-21 بود. اما با گذشت زمان و ورود افسانه بی نظیر به یک بار تمام فناوری ها جابجا شد و طبق گفته سرمهندس طراحی این هواگرد 20 سال جلوتر از زمانه خود ساخته شد. یعنی در حدودی 20 سال جلوتر از زمانه خود ساخته شده، همتراز سوخوی 30 و سوخوی 35 های امروزی که در دهه 90 میلادی در روسیه طراحی شده و چه بسا هم بهتر از جنگنده های روسی میتواند همکنون حتی به واسطه آن که بسیاری از توانایی های خود را از دست داده باز هم عمل کند. اما ایران در طی 2 دهه اخیر با وجود بسیاری از مشکلات همچنان تامکت های خود را سر پا نگه داشته و حتی طبق برخی از زوایای پنهان نظامی به سراغ ساخت و مهندسی معکوس آن و تبدیل نسل پنجمی بهتر هم رفته است. حال باید دید آیا ایران از این امتحان همانند موشک های خود موفق بیرون می آید و یا مانند قاهر F-313 شکست را به همراه خود خواهد داشت.
جنگنده F-14 تامکت همانند سوخوی 27 روسی پایه و اساس بسیاری از پلتفرم‌های نسل بعدی جنگنده‌های شرقی و غربی شد. مانندی جنگنده F-14 توانست پایه و اساس طراحی جنگنده F-22 رپتور ایالات متحده باشد. این جنگنده نسل پنجم که به عنوان یکی از بهترین جنگنده‌های جهانی شناخته می‌شود، توانست بسیاری از خدمات جدید نظامی را به عهده بگیرد. خدمات مانند هوش مصنوعی نظامی و در واقع به صورتی تغییر مسیر ناگهانی هوایی که یکی از برترین حوزه‌های تکنولوژی در عرصه هوایی هست، یکی از دلایلی است که جنگنده تامکت شروع کننده آن بوده. جنگنده F-14 تامکت به عنوان جنگنده با بالهای متغیر به عنوان یکی از اولین نمونه‌های خود توانست بسیاری از تکنولوژی‌ها را با خود جابجا بکنه. جنگنده F-14 تامکت به عنوان یکی از جنگنده‌های اولیه نسل چهارم توانست از سیستم کامپیوتری حدود 50 سال پیش استفاده کند. 50 سال پیش سیستم‌های کامپیوتری به صورت بسیار محدودی بودند. این جنگنده می‌تواند به واسطه کانکت شدن با بسیاری از هواگردهای شناسایی مانند آواکس و هواگردهای مانند جنگ الکترونیک در نمایش نظامی از خود قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای را به نمایش بگذارد. اما حال باید دید که آیا ایران در عرصه مربوط به تامکت‌ها چگونه رفتار خواهد کرد؟ آیا ایران به سمت مهندسی معکوس این تامکت بر اساس پلتفرمی جدید خواهد رفت یا همچنان به خدمتگیری تامکت‌ها را ادامه می‌دهد؟ البته قابل بیان است به واسطه تحریم‌های گسترده ایالات متحده و در واقع به صورتی بسته شدن بسیاری از کانال‌های خرید نظامی ایران بعد از بازنشست شدن جنگنده‌های F-14 تامکت، بسیاری از توانایی‌های ایران برای نگه داشتن این جنگنده‌ها هم رفته رفته تحلیل رفت. اما باید دید که آیا مهندسین داخلی ایران و سرمایه‌گذاری‌هایی که باید انجام بگیرد انجام می‌گیرد یا نه، و آنکه باید دید آیا جنگنده F-14 تامکت در ایران تا چه سالی به مأموریت و زنده بودن خود ادامه می‌دهد. جنگنده F-14 تامکت یکی از پرافتخارترین جنگنده‌های ایران در دوران دفاع مقدس بود. جنگنده‌ای که توانست بیش از 150 فروند شلیک موفق داشته باشد و بیش از 150 فروند از انواع هواگردهای عراقی را سرنگون بکند. جنگنده‌ای که به دستور مستقیم شخص صدام گفته شده بود هر گونه درگیری با تامکت‌های ایرانی تا حدود سال 1363 ممنوع است و باید در جهت دیده شدن این جنگنده سریعاً از منطقه هوایی دوری کند. پس به واسطه تکنولوژی شما می توانید در جنگ پیروز شوید. تکنولوژی می تواند بسیاری از کشورها را در عرصه نظامی به موفقیت برساند. اینجا مجله دارکوب. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. به انتهای ویدیو رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید و با سابسکرایب و لایک و کامنتتون هم از ما حمایت کنید و نظراتتون را حتما برای ما به اشتراک بگذارید. اینجا مجله دارکوب. با امید دیدار و با امید روزی روشن، خدا نگهدار. Back down, we will never land. Now or never, till the day that we dream. I see it coming.